پنج روز پیش یه خبری رو دیدم که کلاود سونت سه و هفت دیگه شماره یک گوش مصنوعی برنامه نویسی دیگه نیستش و جیمینای جاشو گرفته الان میخوام خبر رو بریم ببینیم چی اصلا از کجا الان میتونیم رو چک بکنیم و چجوری جمیت اصلا پیدا بکنیم و چجوری اصلا توی برنامه خودم بتونیم بیاریمش و توی نرمه خودمون خودم بتونیم رو استفاده بکنیم اول از همه میرم که یه سایت المارینا، ببین اول ببینیم همین چیزی الان بوده چون آخرین باره که چندان گفتن شما رتبه یک رو گرفته از کلاسونت سه و برای کسی که حالا نمیدن رتبه بندی هوش مصنوعی ها توی حوزه مختلف مثل برنامه نیسی یا حالا دستیار ها و حالا هر کار دیگه ای بیشترشون توی سایت المارینا مشخص میشه و شماره یک لیدر, لیدر بندی ها اینجا هستش حالا سایتش که میشم بخش لیدر بورد که میریم توی بخش وب یا هم وب و بخش مرموس توسعه اینجا می‌بینی که الان شماره یک رو گرفته و میگن توی این پنج روزه شماره یک رو گرفت کلاودسون سراب مثلا چند وقته که الان اومد الان بالای سه ماه الان اومده و الان میبینی که توی این مدت رتبه ازش گرفته چه جمینه. و پس بریم سراغ این که چجوری بهش دسترسی پیدا بکنیم میریم وارد وبسایت airstudio.google.com میشیم سایتی هستش که ما میتونیم API ای آی های هوش مصنوعی رو ازش بگیریم خب و اینجا الان ببینید وقتی رو اینجا کلیک بکنید روی بخش 25 جمینای 25 پرو پریویو 5 6 و 5 خط 6 رو میزنید این آخرین ورژن هستش که اینجا ببینید مخصوص کدینگ ریزنینگ و مولتی میدیا هستش یکی از بهترین اس در حال حاضر و خیلی خوب انگار داره کار میکنه و بعد از که شما از طریق اینجا API ای گرفتی API ای آی اینجا بهتون رایگان هم میده شما میتونید ازش استفاده بکنم برای پروژه مختلفی ازش استفاده کنید با API های مختلفی که دارم و بچه ما تو دو تا جای مختلف الان میتونیم ازش استفاده بکنیم یک داخل خود کامپیوتر خودمون که بتونیم ازش به عنوان دسترسی که به کد هستش استفاده بکنیم و در حال حاضر هنوز تو خیلی جایی جایین منتشرش به عنوان کد اما خیلی داره و خوب عمل میکنه حتما ازش استفاده میکنه و بتونشون میدم و یکی دیگه هم هستش توی بخش سایت فایر بیس یه سایت هستش برای ساخت وب اپلیکیشن ها و وبسایت ها که به صورت رایگان گوگل اینو گذاشته و فکر میکنم توی این مدت کم که, که این منتشر شده خود خود جمینای از خود فایر بیس خودش رو تمرین داده که بتونه بهتر و بهتر بشه خب و وقتی وارد این وبسایت بشین به صورت خودکار فکر میکنم که توی حالا توی خود صفحات اصلی خودش نگفته که داره از این ورژن استفاده میکنه یا نه اما خیلی خوب داره کار میکنه مثلا بکنیم بهش بگیم که create <متصفحات> admin dashboard with charts and modern managing section data web page یک خیلی کلی گفت میخوام یک چیزی رو برام بسازه و توی خود فایبرس استودیو میگم این بخش رو خیلی خوب داره درمیاره و یعنی که کیف بهترین کیفیت ها رو الان واقعا داره توی تولید کود نویسی و لازم نیستش که حتی خیلی از بخش ها ما بهش بگیم که چه تغییراتی بگه خیلی موقع خودش میدونه که ما برای چی داریم یک درخواست ازش میکنیم و دیتابیس خیلی قوی داره و مموری خیلی خوبی داره و یادش میمونه تو خیلی از جاها که آقا ما قبل ازش چی خواستیم خیلی از این نظر واقعا خوب پیشرفت کرده و منتظر میشیم که سوالی که ازش خواستیم درخواستی ازش خواستیم و به اون بده و ببینیم که چی در میاد okay. clarity board display the key Interactive Charts and Graphs Team Management حالا آره. سطح کلی چون من اصلا نمیدونستم چی میخواستم من میتونم یه ایده پردازی کنم که برام یه چیزی بسازم نگران اینا نباشید بچه‌ها که بابت اینجا بخوایم پول بدی اینجا کامل رایگانه نسبتا خیلی جای دیگه واقعا داره خوب عمل میکنه و کارش عالیه واقعا خب بچه‌ها الان اینجا ببینین صفحه الان داره لود میشه یا نه اینتریور یور یک ای پی ای تو بی اپ اینگاه یه اپی رو ساخته که از جمینای هم داره استفاده میکنه خب حالا برای گرفتن ای پی ایمون چی میگم بریم اینجا مثلا دیگه اوکی ادیت کد هم میزنیم که الان بگ وارد اصلا این بخش اصلا شد اما خب من الان نمیخوام از این بخش از میخوام برگردم توی همون حالت قبلی اوکی okay. ببینید بچه داشبورد به حالی هم ساخته خب اینسایت ای آی پاورد اینسایت انگار سامری هم برام داره در میاره یه بخش تیم یعنی هم چیزه واقعا الان خوب برای اون ساخت با این کیفیت این برای همین هوش مصنوعی جدیدی که الان داره حالا بچا ما که الان داریم از خود مثلا کورسری یا از وین سرف. فرقی الان نداره الان منتظر میشیم که حالا هم اینورم هوش را بیفته اما وینسورف یا خود کورسر توی هوش نشون ندادن که دارن از هوش مصنوعی جمینای آخرین ورژن دارن استفاده میکنن من لات بزن من این بکنم وارد یکی از همین پروژه که دارم انجام میدم میشم وقتی وارد بخش ریکومند بشین بیانش رو حالت پرووایدر که بخش جیمینا اینجا مثلا 2.5 پرو داره اما اون پریویو 56 رو اینجا ننوشته و خب مطمئنم نیستم که هنوز اینو ورده باشه ولی خب چون حالت بتا داره باز یه امیدی اینجا میده میشه ازش استفاده که اما یه ذره باگ داره داخل وین سرف اگه از وین سرف استفاده میکنید اگه از خود کورسر استفاده میکنید بازم اینجا نداره من مثلا اینجا اگه ببینید خودم اضافهش کردم اما وقتی بهش حالا هر پیامی میدم مشکل این که تو ای ببینید کار را اصلا اینجا نمیکنه اصلا با این موضوع من یه دقیقه حالا شاید مثلا از یه API دیگه استفاده کنم یه دقیقه چکش میکنم میرم توی بخش مدل و API خودم اونجا میندازم و میزنم با بازم ببینید که میگه آقا یوزر API کی از اون حالت بیشتر از گذشته میگه کیز ما این مدل میگه که آقا می الان توانای استفاده از این مدل رو داخل کورسا الان نداره اما خب ما چیکار میتونیم بکنیم که حالا چه داخل کورسا یا حالا وی اس کد یا جری ازش استفاده بکنیم یادتون ای ایتم توی یک از ویدیو قبلی من راجع به کلاین صحبت کرده بودم یه افسونه است که هم روی وی اس کد هم روی داخل اینجا نصب میشه و میتونیم ازش استفاده بکنیم و این من بعدا انجام میدم یه دقیقه میرم توی تنظیمات و داخل تنظیمات که میرم میرم از تا حالا من اینجا آنتروپی رو اینجا داشتم یه دقیقه میام تر روی گوگل جمینای میزنم بعد از آخر گوگل جمینای ببینید که همچین مدلی رو اینجا داره یعنی فکر میکنم افسونمون رو باید به روزش بکنیم چون آخرین بار من یه دیدم که داشت توی خود وینسورف انگار داشت بذار من اینجا ببینم چون تو اینجا من دیرتر اپلود کرده بودم فاین لود بشه و جمینای و دقیقا اینجا آره من باید افسونه رو داخل کورسر حالا آپدیت بکنم اما وقتی وارد کورسر بشید وارد جمینای بزنید وارد جمینای بشید تو اینجا جزء لیست هوش مصنوعیاش اینجا هست و ما میتونیم اینجا باهاش کار بکنیم خب بچه همین یعنی آن دیدین که با از همین کار ما میتونیم دسترسی داشته باشیم به خود API و همینطور توی بستر برنامه نویسی خودمون و خیلی جذاب الان که جمینای شماره یک و الان شد و تازه خرجش هم کمتره و حتی ای پی رایگان هم, به امون هم میده و استفاده ازش حتی در حد صفر واقعا الان اگه بخوایم بیشتر از سر ازش استفاده بکنیم که حالا به یه بخش پول خیلی کمی هم میخواد اما اینجا ببینی یعنی بخش دیتا پرفرومنسشو اینا شو مثلا تیمم الان اینجا الان آورد تازه لودش یاد تازه برای من ولی اگه ببینی بچا یه چیز شیک عالی مثل این الان برامون ساخته این قدرت این بخش این هوش مصنوعی حتما بچه برید ازش استفاده بکنین خیلی پروژه عالی ازش ما میتونیم الان بزنیم و این این بعد تازه خود فایر بیس رایگانه رایگان یعنی اصلا بهتر از این دیگه نمیشه هیچ مشکلی واقعا دیگه نداریم خب پس ازش استفاده بکنید و خبرش هم بهم که چه جوری میتونید ازش استفاده بکنید چه پروژه‌ای دارین اگه به درتون میخوره حتما ازش استفاده بکنید و حتما حتما از کار خودتون منو هم باخبر بکنید خیلی خوشم میشه که از روش شما هم باخبر خبر بشن در ویدیو بعدی هم میبینم تو مراقب خودتون باشین خدا